دنیا مدرسه تربیت و فرا گرفتن آداب و روش‌های پسندیده با ارزش که در این مدرسه خداوند مهربان از باب لطف و محبتش معلمان دلسوز و خیرخواهی قرار داده. دوره اول این معلمان دوران 124,000 پیغمبر بوده که هیچیشون برای هیچ کس قابل ایراد نیست. دو جا درساشون نقل شده، یکی قرآن مجید، یکی هم در متن روایات که بخشی از درسهای اونها رو ائمه ما نقل کردن. یعنی هم درسهای زیباییه. مثلا یه درسی از آدم نقل کردن امامان ما، اولین پیامبر، که این درس رو خودش از خدا گرفت، شاید به عربی یه خط نشه. اون چه خوبی در هر چه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، هر چه ضرر، زیان، شر، بدی برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. خیلی درس فوق‌العاده. قرآن مجید دو جا، اگر درست بگم، وقتی اوصاف اهل ایمان رو بیان میکنه میگه یدرعون السیئات بالحسنه، بدیای طرف مقابلشون رو با خوبی برطرف میکنن، با خوبی جواب میدن. اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون، این آیه قطعی. مطیع خدا و پیغمبر باشید، یقینا به رحمت خدا خواهید رسید. یقینا، شاید نداره، لعل درباره پروردگار به معنی شاید نیست. لعل در جمله مثبت قطعیت رو میرسونه، اونم حرف پروردگار. خدا که تردیدی در نتیجه کارا نداره، که شاید، شاید یعنی شاید به رحمت برسید، شاید هم نرسید، شک داره خدا. ما خدای شکاک هم نداریم، همه علمی و یقینی، همه عزی و وقاری، همه جاهی و جلالی، همه نوری و سروری. شک مال ما هست، ما ضعیفیم، بیخبریم، بیعلمیم، نمیدونیم چی میشه. میگیم شاید جنسمو بفروشم، شایدم نفروشم. ما نمیدونم خیلی داریم، خدا نمیدونم نداره. یقینا به رحمت میرسی اگر مطیع خدا و پیغمبر باشیم، شک نداره.
خب اگه این مسائل نباشه ما اصلا به چه امیدی زندگی کنیم؟ چه امیدی به آینده داشته باشیم؟ خودش هم که در قرآن علناً میگه ناامید از رحمت من کافره. ما هم که دلمون نمیخواد کافر باشیم، پس امیدوار. دروغ هم که نمیتونیم بگیم، در حدی مطیع خداییم، در حدی مطیع پیغمبریم، در حدی مطیع ائمه ایم، اما در حدی هم روی برتافتن داریم. مطیع هستیم، در حدی هم عاصی هست. عصیانمون هم که معلومه، چون مؤمنیم به مغفرت میرسه، چون مؤمنی، یقینا هم مؤمنی. خب یه بخش از حرفای این معلما در قرآن، یه بخشش در روایات، یه نمونش در روایات این از آدم: هرچه خوبی برای خود میپسندی برای دیگرانم بپسند، هر چه بدی برای خود نمیپسندی برای دیگرانم نپسند. این 75 میلیون اگه همین یه خط رو گوش بدن، ظلم، مال مردم خوری، تجاوز، قصب، رشوه، دزدی، اختلاس پیدا نمیشه. یه دونه بد حجاب هم دیگه پیدا نمیشه، چون آدم داره به بد حجاب میگه بدی رو که به خودت نمیپسندی به دیگران نپسند. خوشت میاد مگه به حرام غریزه تو تحریک بشه؟ خب به حرام غریزه دیگران رو تحریک نکن. خوشت میاد با قیافه تو بیننده زنا کنه؟ این ضرره براش، خب این ضرر رو براش نخوا. این یه بخش از معلمان دنیا. معلمان چه معلمان؟ معلم محترمه، با ارزش. حالا یه وقت یکیشون اشتباه میکنه، اینو پای همه حساب نکنین، این خیلی ظلمه، خیلی. من اینقدر دوست دارم یه بار دیگه معلمای ایام دبستان و دبیرستانم رو ببینم. اونا باعث شدن من به اینجا رسیدم. کی باعث شد؟ اونا نفس زدن، اونا دلسوزی کردن، اونا محبت کردن. الانم بینشون آدمای دلسوز و با محبت زیاد. حالا یکی اشتباه میکنه، تجاوز از حدود انسانیت و اخلاق کرده، اما همه رو مورد حمله قرار دادن، این خلاف قرآن.